الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بين الدقان باشن نهاية قرامي برادر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلسلة سلسلة برنامه أحكام فقهية امروز در رابطة با سنة هاي فطري صحبت میکنیم و این موضوع را مهمترین موضوعی که دری از خط نمودن است آیا زنها ها خط نمیشن نمیشن موضوعی که امروز جنجار بسیار کلانه را در جهان ایجاد کرده ما یا وجود خط در اسلام است یا نیست در این رابطه میپردازیم بعد می پردازیم به اینکه گرفتن سنت های بدن وقت معین مشخص داره یا نداره عمدهترین موضوعات همی است عزیزا شاید در ذهن تان بگرده که فطرت چی است ما که سنت های فطری میگیم مقصد مراد ما چی است فطرت امو ویژگی ها و خصوصیت هایی است که الله متعال یک انسان به او خلق کرده و انسان به مو خصوصیت ها به مو ویژگی های خود عمل میکنه این میگن فطرت عمل کردن به فطرت خود. پس موضوعی که همه ادیان و همه دین های سماوی تاکید به او میکنه فطرت انسان است اصلیت انسان است ویژگی ها و خصوصیت های ساختاری انسان است و دین مقدس اسلام هم عزیزان تمام احکامی که میگه تمام اموراتی که دارد تمام نظام هایی را که اسلام ذکر میکنه نظام سیاسی نظام اقتصادی نظام اجتماعی همه این نظام ها را به اساس فطرت ذکر میکنه و هیچ چیزی را شما عزیزا در اسلام نمیافین که مخالف فطرت انسان باشه مخالف فطرت سلیم انسان خب حالا سنت های فطری که از رسول الله علیه و السلام برای ما روایت شده در یک حدیث پنج مورد ذکر شده در حدیث دیگه ده مورد ذکر شده رسول الله علیه و السلام در حدیث صحیح که ابو روایت میکنه میفرمه الفطره تو خمسن امورات فطری پنج تا یک الاختنان ختنه نمودن دوم والاستحداد و قص الشارب و تقلیم الاسفار و نطف الابد دومش والاستحداد حلق نمودن یا تراش نمودن موهای اضافی دور شرمگاه و قصد شارب کوتا نمودن بروت ها و سیویل و تقلیم الاسفار گرفتن قطع نمودن ناخون ها و نطف الابد و کندن موهای اضافی زیر بغل ای پنج چیز رسول الله علیه السلام سلام می فرمه که از جمله فطرت است فطرت سلیم یک انسان چنین چیزهایی را تقاضا نمیکنه که در وجودش باشه هیچ انسان تقاضا نمیکنه که بروتایش به سر لب پایینش برسد یا شکل بسیار خراب را به خود داشته باشه انسان که فطرت سلیم داره چنین چیزی را تقاضا نمیکنه که در وجودش باش در حدیث دیگی که از عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میشه میگه پیامبر علیه و السلام فرمودن که عشر من الفطرت ده چیز از فطرت است من جمله فطرت است کل فطرت نیست بسیار چیزهای فطری دیگه وجود داره و خاطر رسول الله علیه الصلاه و السلام از من تویزی استفاده میکنه عشر من الفطرت ده چیز از امورات فطری است کلش نیست ده تا اینها هستن او ده چیز قص و شارب کوتا نمودن بروت و احفاء اللحیه گذاشتن ریش و سواک مسواک نمودن و الاستنشاق الماء آب در بینی بردن و قصد الاسفار کوتا نمودن ناخونها و قصد البراجم شستن جاهایی که در روج چرک جمع میشه خصوصا اینی قسمت ها و همچنان و کندن موهای زیر بغل و حلق العان حلق تراش نمودن موهای اضافی شرمگاه و انقاذل ما و انقاطل ما و همچنان با ت... آب تهارت نمودن این جمله فطرت است این موضوعاتی که ما بیان کردیم فطری است یک موضوع را بفهمین عزیزا گرفتن حلق نمودن موهای شرمگاه این کار خوب است و همچنان کندن کندن موهای زیر بغل هم ای سنت است اما اگر انسان از مواد دیگه استفاده میکنه از پل استفاده میکنه یا از موبرهایی که وجود داره از او استفاده میکنه در محو نمودن موهای شرمگاه و همچنان در محو نمودن موهای زیر بغل کار درست است اشکال نداره اما گم کردنش برای همیش یا توسط لیزر یا توسط دستگاه دیگه دواهای دیگه یا استعمال کنند یا بخورن که هرگز موی زیر بغل یا موهای شرمگاه رشد نکنه این کار درست نیست خلاف سنت رسول الله علیه و والسلام از واتبا میره بیان میکنه که بسیار مشکلات امراض متعدد را در وجود انسان به وجود میاره پس این ده مورد از امورات فطری هستند حالا میپردازیم به ده چیز یکیش گفتیم ختنه نمودن است حکم ختنه نمودن در میان علما اختلاف است تعدادی از علیهله میفرماهی که خط ننمودن هم بر زنها هم بر مردها واجب است تعدادی از علیهله میفرمایی که خط ننمودن هم بر زنها و هم بر مردها بر هر مستحب است و تعداد دیگی از علیهله میفرمایی که بر مردها واجب است و برای زنها کار مستحب و پسندیده است ابن قدامه در المغنی جلد یک صفحه 85 میگه که خدنه به معنای بوریدن پوست اضافی سر آله تناسلی مردها پوست اضافی که از سر آله تناسلی مردها گرفته میشه و پوست اضافی که بر بالای شرمگاه خانم ها وجود داره این گرفتنش میگن که خدنه مانایش همیست و این خط ننمودن میگه بر مردها واجب است و بر زنها کار نیک و پسندیده است امام نووی رحمه الله در المجموع جلد یک صفحه سی یک میگه که بنا به مذهب صحیح و نص صریح امام شافی و رای راجع جمهور علما میگه خط ننمودن برای مردها واجب است و همچنان میگه بر ها هم واجب است حالا کل حال احادیث در باره زیاد است تعداد از احادیث صحیح هستند و تعداد از احادیث در این باب ضعیف هستند حتی موضوع هستند حدیث صحیح که در این باب از رسول الله علیه الصلاه و السلام روایت است که ما بخاری روایتش میکنه و ما مسلم روایتش میکنه و است که ابو هریره میگه پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمود اختتن ابراهیم و خلیل الرحمن بعد ما اتت علیه 80 سنه ابراهیم علیه الصلاه و السلام بعد از اینکه 80 سال از عمرش گذشته بود خود را خط پس ببینین ختنه نمودن بوده حتی در سن هشد سالگی حضرت ابراهیم علیه الا واسلام خود ره ختنه نموده و ما مکلف به پیروی از ملت ابراهیم هستیم الله یمتعاله در قرآن کریم میفرمایه که ثم اوحینا الیک عناتبع ملت ابراهیم حنیفه سپس ما به تو حکم کردیم ای محمد علیه صلی سلام که پیروی از ملت ابراهیم کنی یکی از موارد که ملت ابراهیم و خود ابراهیم علیه سلام داشت همانا خط ننمودن است خط ننمودن شعار اسلام است یعنی مسلمان ها را از غیر مسلمان ها متمایز می یهودیها یهودی ها و مسیحی ها به اساس کتاب خودشان خط نمیشن. پس مسلمان ها به اساس کتابشان به اساس شاعر دینشان خط میشن و نشانه یک مسلمان است که خط نمیواشن. و همچنان در روایت دیگه هم از رسول الله علیه و السلام روایت است میگه یک شخص آمد مسلمان شده بود پس پیامبر علیه و السلام برش گفت که حلق عن که شهر الکفر موهای کفرتا قطع کو از بین ببر دور بینداز وقت تتن و همچنان خط نکو یه شاعر اسلام بین پیامبر علیه و السلام بر ازو تاکید میکنه که باید خط نکنی پس مذهب ما مالک مذهب ما شافی، مذهب ما محمد ابن حنبل بری است که خط ننمودن واجب است و همچنان حتی امام مالک تشدید زیادتر کردن شدت به کار گرفتن میگن که از که مردی که ختنه نباشه شهادتش قبول نمیشه و مردی که ختنه نباشه امامتش پیش نماز شدنش هم درست نیست و نماز خواندن پشت سر از او هم میگه جواز ندارم حالا خطنه زنها چگونه است؟ ببینید در حدیثی که از رسول الله علیه السلام روایت است و حدیث صحیح هم هست حدیث است که امام بخاری رحمه الله و ابن ماجر روایتش میکنه در صحیحین و الفاظ مختلف آمده یه از که پیمبر علیه السلام می فرمایه که ازایل تقل وجب الغسل هرگاه گا دو خطنه یک جا شد دو غسل واجب میشه ختنه خطنه زن و خطنه مرد اما تو گفتیم که خطنه مرد ها همو گرفتن پوست اضافی سر آله مرد ها و پوست فوقانی شرمگاه زن ها را گرفتن این... ای ای معنای ختنه است پس همین حدیث همی هم را میرسانه هرگاه دو ختنه یک جا شد غسل واجب میشه و در حدیث دیگه رسول الله علیه صلی اللہ علیه میفرمه که هرگاه سر حشفه داخل ختنه زن شد داخل شرمگاه زن شد غسل واجب میشه پس ببینید در یک ختانان آمده دو ختنه از این میشه که یک سنت قدیم بوده و ختنه میشدن زن ها هم ختنه مردم هم ختنه اما امروزه که سرصدا برامده که در اسلام ختنه وجود داره همه این بر خانم ها ضرر میرسانه یه چیز است که غربی ها میگن علم طب دقیق ثابتش نساخته و اگرم ثابت ساختن امی, امی علم دقیق که تحقیق طبی هم میگن یا از طرف غرب آمده بر کشور اسلامی اما سنت است که زنها مستحب همی است مکرم است پسندیده است که زنها هم خد نشود بنا به که از ام عطیه روایت میگه زن در شهر ختنه میکرد و رسول الله برش فرمود زنها دخترا را ختنه میکرد پیامبر علیه السلام برش فرمود که لا تنحکی فان ذلك احزال للمراه واحب الى البعل هر که ختنه میکردی پوست زیادتر را از دخترا را پوست زیادتر شقت نک چرا به خاطری که این اگر کم قطع شوه خوشایندتر برای خود زن ها هست و همچنان لذت بخشتر برای شوهرهایشان است. اگر چی حدیث ضعیف است و حدیث دیگی که در این وجود داره و هم ضعیف است اما بنا به طرقی که در رابطه با احادیث وجود داره توابع و شواهدی که وجود داره به درجه حسن میرسه حالا کل حال عزیزا خطنه مردها واجب است اما خطنه برای زنها کار مستحب و پسندیده است خب حالا کسی قبول میکنه نمیکنه شریعت ما میره میگه حالا کسی اعتراض سر احادیث بخاری میکنه کسی اعتراض سر احادیث مسلم میکنه بکنه کار از اوس چیزی که شریعت ما بیان میکنه ما او رو بیان میکنیم ای بود در رابطه با که یکی از فطرت های انسان های سلیم است در رابطه دوم فطرت انسانی مسواک زدن است مسواک میفهمین که واژه مسواک از سواک گرفته شده یا از ساک گرفته شده به معنای ساییدن و مالیدن است و در اصطلاح به کارگیری چوب و یا هر آن چیزی که دندان ها را پاک بسازه و چیزهایی که در دندان وجود داره را از بین ببره و زائل کنه این را میگن سواک یا مسواک مسواک زدن سنت رسول الله علیه و سلام است. اما در پنج جای رسول الله علیه و سلام زیادتر تاکید بی کرده یک در وقتی که انسان وضو میگیره رسول الله علیه الصلاۃ نهایتا تاکید کرده ابو هریره روایت میکنه از رسول الله علیه و سلام که پیامبر علیه الصلاۃ فرمود لولا ان اشق على امتی لامرتم بالسواک مع الوضو اگر بر بالای امت و مشقت و سختی نمی بود همه رشان میکردم که در هر وقت وضو مسواک کنن هرگاه که وضو میکنن مسواک می کنن و دیگر جایی که بهتر خوبتر است انسان مسواک کنه هم در وقت نماز خواندن است انسان وقتی که میخواد بیای به نماز مسواک کنه رسول الله علیه الصلاه و سلم بنا به حدیث که ابوهری را رضی الله تعالی عنه ازش روایت میکنه پیامبر میفرمه لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواک عند كل صلاه اگر بر بالای امت مشقت نمی بود امرشان میکردیم که در وقت هر نماز مسواک کنه و اصحاب رسول الله علیه و سلم میامدن مسواک میکنن و مسواک خود بالای گوش خود میماندن وقت نماز میشد مسواک میکردن و دوباره بر بالای گوش خود میماندن هنگام تلاوت قرآن کریم سوم جایی که بهتر خوبتر است انسان مسواک کنه اما هم در وقتی که انسان قرآن کریم تلاوت میکنه بنا به حدیثی که علی رضی الله تعالی هو وقت میکنه میگه پیامبر علیه السلام بر ما فرمود که شما زیادتر مسواک بزنید و خصوصا هر گایی که شما قرآن کریم تلاوت میکردین چرا میگه در زمانی که شما در نماز هم هستین یا بدون نماز قرآن کریم تلاوت میکنین ملائکی که آمدن بشنون نزدیک میشن حتی به پیش دهن شما حتی حرکت هایی که از ذهن شما از لب های شما انجام میشه رو میشنون و میبینن و میخاطر زیبا پسندیده است که انسان در وقتی که قرآن کریم هم تلاوت میکنه مسواک بزنه و چهارم جای انسان وقتی که به منزل خود میه وقتی که به پیش خانم خود به پیش فرزندای خود به پیش پدر مادر خود میچره دیگه داخل خانه میشه باید مسواک کنه از رسول الله علیه و السلام روایت است عایشه صدیقه را اینها میفرمای و همچنان مقداد ابن شریح میگه از عایشه صدیقه پرسان کردم که پیامبر علیه السلام وقتی که داخل خانه میشد چی میکرد عایشه صدیقه میگه پیش از اینکه پیامبر داخل خانه میشد مسواک میکرد چقدر پیامبر ما نازنین بوده علیه السلام چقدر نظافت امرات میکرد و چقدر میخواست محاسن نیک خود را به پیش خانم خود به پیش فرزندای خود نشان بده امروزه بدبختانه برعکس است مردای ما ببینیم که دهنش کثیف بوی میده مسواک نمیکنه و مجرد داخل خانه میشه مجرد که نشست یا نسوار مندازه یا سگرت میکشه باز امو چیزی که درود اکرمکم الله میکنن نورم در داخل خانش ماندگیست نامش گلدانی میمانن و سبحان الله ای از نگاه شریعت به نهایت بد است به نهایت کری است و خلاف فطرت سلیم یک انسان است حالا کل حال این چهارم موضوع پنجم در وقت که نماز شب خوانده میشد حذیفه ابن یوان صاحب سر رسول الله علیه و السلام میفرماید که هرگاه پیامبر علیه و السلام برای نماز شب برمیخواست به انبر علیه صلی اللہ دندانای خود را مسواک میکرد پس پس مسواک نمودن به خاطر نماز شب هم سنت و پسندیده است در غیر از در هر وقت که انسان مسواک کنه دندانایش پاک باشه لبایش پاک باشه این سنت است و از جمله فطرت سلیم یک انسان است خب گرفتن ناخون ها را گفتیم و گرفتن موهای اضافی زیر ناف گفتیم و همچنان گرفتن موهای اضافی زیر بغل هم گفتیم حالا حالا این مقدار مشخص داره که با این مقدار برسه موش گرفته شد یا با این قدر وقت سپری شد باش موش گرفته شد فطرت انسانی است که هرگاه طبیعتش تقاضایی را کرد باید که برای کار کنه ناخونایش رسید باید ناخونای خود را بگیرم اگر موهای اضافی بدنش رسید باید بگیره حتی در احادیث میه که ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میکنه که به اندازه نیم جو که میشد ما میگرفتیمش یعنی نیم اندازه نیم گندم میگه ما میگرفتیم وای به طبیعت انسان ها فرق میکنه به محیط فرق میکنه به وجود خود انسان ها فرق میکنه بعضی از انسان ها موای بدن زود میرسه بعضی از انسان ها موای بدن بسیار دیر میرسه اما در حدیثی که انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت رو 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 میکنه میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفت که زیادتر از 40 روز نشه یعنی پیش از 40 روز بعد انسان ها موهای اضافی بدن خود را که شریعت دستور داده او باید بگیره این بود از جمله فطرت دیگه موضوعی که بود گذاشتن ریش در اسلام گذاشتن ریش زینت بر مردا است و پیامبر علیه الصلاه و السلام در این باره نهایتا تاکید کرده حتی تعدادی از اهل روایات وقتی که جمع میکنن میگن دلالت میکنه این روایت به وجوب گذاشتن ریش واجب است و یکی از سنت های فطری است پیامبر محبوب ما علیه الصلاه و السلام که خالف المشرکین شما مخالفت با مشرکین کنین و فر و و حف ریش ریشایتان بگذارین و بروتایتان را قطع کنین و همچنان در حدیث دیگه رسول الله علیه الصلاه و السلام می که جز و شوارب و ارخ اللحا خالف المجوس شما بروتایتان کوتاه کنین و سبیلایتان کوتا کنین و, و ریشایتان بگذارین و مخالفت با مجوس کنین اما گرفتن ریش چقدر جواز داره و چقدر جواز نداره به حدیثی که ابن عمر رضی الله تعالی عنه رو روایت میکنه میگه پیامبر علیه الصلاه و السلام هر برای حج میره حج تمتع میرفت یا برای عمره میره پیمبر علیه الصلاه و السلام ریشش که از یک قبضه زیاد می بود ریش خود پیامبر علیه الصلاه و السلام می و روایت دیگه که از خود ابن ابن عمر اومده میگه و سلام ریش خود همیشه میگذاشت و در حدیث میگه که پیامبر وقتی که به حج رفته بود و حج تمتع و همچنان عمره پیامبر علیه الصلاه و اگر از یک قبض زیاد می بود می گرفتش. عزیزا یعنی موضوعات بود که بر به فطرت فطرت سلیم یک انسان تقاضا میکنه که اینی تر ده یا پانزم موردی که در احادیث بیان شد باید که انسان بگیره و غیر از این فطرت های دیگه ای وجود داره که انسان باید به با او فطرت سلیم خود عمل کنه و همونطور که گفتم دین اسلام سراسر تأکیدش به است که انسان ها را به فطرتشان بکشانه انسان ها را به آنچه که ویژگی های خاصی که بر از امو خلق شدن سرشتشان همون گونه الله مطال خلق کرده به مو دعوتشان بودن و اسلام عزیزم سر و پا کارش همی بود که انسان ها برن به سرشت اولی خود برن به فطرت اولی خود و هرگاه به فطرت رفتن انسان برمیگرده به خداوند و مخاطرم رسول الله علیه السلام در حدیث صحیح میفرمایید که انسان ها وقتی که تولد هم میشه به فطرت مسلمان تولد میشه کل مولود یولد علی الفطره هر طفل که در هر خانه به دنیا میاد به فطرت مسلمان است فطری ایمان فطری داره فابواه و او ینسرانه او یمجسانه این پدر مادرش از کوره میکشونه به طرف مجوسیت میکشنش به طرف یهودیت میکشنش به طرف عیسویت هما فطرتی ایمان داره هما ای که بعدا به سنم رشد میرسه بلوغ میرسه باید ایمان ه کسبی رو بدست بیاره که اگر کسب کرد مؤمن حقیقی میشه اگر کسب نکرد حکم شریعت است که از دایر اسلام نیست و جمله مسلمان ها نمی باشه این بود برنامه امروزی ما برنامه بعدی ما تا که برنامه بود در رابطه با تهارت های حقیقی بود برنامه بعدی ما انشالله در رابطه با تهارت های حکمی است چی موضوعات حکمی و تطهیر شوند و پاک شوند موضوعات آب است که بیان میکنیم موضوعات چاه است موضوعات در رابطه با روغن و موضوعات دیگه است که چگونه تطهیر شوند و چی چیزهای حکم تهارت حقیقی را حکم تهارت حکمی را به خود داره که دانه دانه باز به با او میپردازیم تا برنامه بعد و دیدار بعد خداوند یار و مددگارتان